داشتن همیشه توی گیرم هست. یه مسیره دیگه. اگه بتونیم تعداد مسیرهای توی گراف رو بشماریم و به ازای طول مسیر، چون ما هر دور رو چند بار شماریم، به تعداد رأسش شماریم. در نتیجه هر دور رو دقیقا به اندازه طولش بار شماریم، یعنی تعداد مسیرها رو بشماریم. در نتیجه به ازای هر مسیری که پیدا میکنیم، اگه اون رو تقسیم و طولش کنیم، مجموعه این عدد تعداد دوره رو دارم. موقعی دی پی آو سی با کای دو شما نمیشه دیگه.
برای هر کدوم هم داری اکانت بگیرم لنسه چهارمش چرا ما آدم خوبه میدید در جریان هست یه گراف زیر 20 رأسیه تعداد دوره‌هاش رو می‌خوای بشه باشه چیه؟ باشه اول من گفتم که هم بده تعداد دوره تعداد مسیرها رو بشمانی به ازای هر مسیر که طولش کا بود اگه این دوتا به هم وصل بود آها نه هیچ اگه این دوتا به هم وصل بود میایم این مسیره رو به عنوان یه دور میشماریم ولی تقسیم میکنیم به تعداد یادهایی که داره چون با اون تعداد باش نمازه میشه بعد واسه اینکه تعداد مسیره رو بشماره دی پی آی و جی و کاش رو گرفته آی به جی وصل شد با کاتایی مسیر آی به جی با کاتایی چند حالت داره تمام بچه هایی در نظر بگیریم نه این چهار میشه این چهار میشه تمام بچه هایی در نظر بگیریم دی پی آیو بچه های این و کارمن های یک رو با هم جمع بسیم من درسته ولی راحل خواهد بگم من راحل هم این که یه دی پی ماسک بگیرم و آی دی پی ماسک و آی میشه این که آیا مسیری وجود داره که از آی شروع شه و تمام خونه های ماسک هم توش باشه واسه اینکه حسابش کنم میمدم یه فور میزنم روی یکای ماسک اون یک رو حذف میکردم مثلا فرض کن یکه توی خونه جیوم قرار داره دی پی اینو کلاس مساویه دی پی میشد خونه بعدی آی این در صورتیه که آی به جای بس باشه روزی هرچی بعد اردرش میشد این دو زبدر به روتانه این که گفتم به ازره هر دو تا رسی تعداد مسیرش به طول کار رو در میاریم خب آپدیتش چطوریه؟ یه این جی و تمام دور اطرافش رو بگیر تمام همسایه هاش رو بگیر میشه دی پی آی و همسایه جی و باید بگیر کنم این هایی این هم هم جمع اینم اینجوری حساب میکردم بعد دی پی مسک و آی هم مسیراش اندازه تعداد یک های مسک برای یک بود دیگه و
هرچه تقسیمم که میخوام بکنم تقسیم رو میکنم تا رو این درصد خلوص متانه، یعنی مقدار کائن اوسه موجود در متانه. از من درصد سیاسی اوسه رو خواسته، یعنی مقدار ناخالصیه رو از من خواسته، میشه 60%. این تیکه باید بفهمید که اینجا کلسیوم کربنات بنا ناخالصی عمل میکنه. یه راه جدید براتون رفتم، درست شد؟ اینو بگیم مکمه یای کشن. راه قبلی چی بود؟ راه قبلی مقدار کائنوسه رو به دست میاردیم، میدیم چند گرم توی مخلوط کائنوسه، از 505 کم میکردیم مقدار سیاسیوسه به دست میومد، بعد درصد بگیرتیم. خیلی خوشفهمتره. این هم یه روشه که بدونید وقتی چیزی تو واکنش شرکت نمی کنه میتونه اونان ناخالصی عمل کنه، که میدونم فهمیدید چی کار کردم. حله؟ متان درصد خلوص نداره دلبرم؟ صورت سوال رو دیدی؟ نگاه کن، نگاه کن. در صورتی که گاز خروجی با نیم مول گاز متان واکنش درصد خلوص مال مخلوط است. درصد جرمی سیاسی و سه میخواد، سیاسی و سه ناخالصی اون مخلوطه، یادت نره، تو مخرج سیاسی و سه ضرب میشه. این میشه درصد، میخواد یادداشت کن، این چهله درصد کائن و سه موجود در مخلوطه، چون درصد سیاسی و سه رو خواسته از صد کم کردم شد 60%. برین رو سوال بعدی فکر کنین، اسکرین‌شات تو بگید، سوال بعدی برین سراغش. تست شماره 18 رو بار نه 17 رو فکر کنید روش، خیلی قشنگه، بعدش من میگم. آها راستی 17 رو یادش رفته، منم شاید من اونجا نوشته باشم، بذار ببینم داده واکنش رو، فکر کردم نداده، هیچ هست. رو 17 فکر کنید، اگر چگالی محلول 10 مولار پتاسیم هیدروکسید اینقدر باشه، بارها گفتم به محض اینکه دیدید توی تستی چگالی داده درصد جرمی رو به دست بیارید، یا اگه درصد جرمی داده مولاریتر به دست بیارید. اینجا مولاریتر داده، چگالی هم داده، من میرم درصد جرمی رو به دست بیارم، اصلا معطل نمیکنم. تست بدون روش به درد نمیخوره. ام اونا که یادشونه، ام مساوی با 10 آ دی تقسیم بر جرم مولی. خب ام داده چقدر؟ ام داده 10 مولار. 10 که 10، آ رو به دست میارم، دی رو هم داده 1.25، یک ممیز 25، جرم مولی کاوهاش هم 56. خب اینجا آ به دست میارم، درصد جرمیش آ میشه 44.8%. ببینید از سوال قشنگه، 44.8%. این یعنی چی؟ درصد جرمی به من نگاه کنید، درصد جرمی یک محلول، بچه ها حتما خوندید دیگه، دم کنکوره، مقدار گرم هرشنده موجود در 100 گرم محلوله. درصد جرمی مقدار گرم هرشنده موجود در 100 گرم محلوله، یعنی تو 100 گرم از این محلوله این مقدار گرم کاوهاش وجود داره. سوال سالم همین رو پرسیده، گفته نگاه چه باحاله، گفته 100 گرم از این محلول دارای چند موله. خب من گرمشو دارم، به جرم مولیش تقسیم میکنم، مولش به دست میاد. گفتین چی شد؟ به جرم مولیش تقسیم کنم، مولش به دست میاد. کافیه من یه گوشه ای برم تخته بعد، کافیه من یه گوشه ای 44.8 رو تقسیم بر 56 کنم، میشه 0.8 مول. پس توی اون 100 گرمه ما 0.8 مول کاوهاش داشتیم. بیچاره خوشفهمه. پس تو رو خدا هر وقت تو تستی درصد جرمی دیدی یا چگالی معلول دیدی، از این ستا بین ام و بین ام و در واقع ای و دی همیشه دو تاشو میدن، یکشو میخوان، ازش استفاده کن. این از این. بعد گفته چند مول پتاسیم شد 8 تا، یعنی یا جواب 3 یا 4. بعد گفته با چند میلی لیتر
محلول 2 مولار نیتریک اسید واکنش میده. یه تناسب اضافه شد. ما میخوام بین کاوهاش و هاش انوسه ارتباط برقرار کنیم. این هم میتونیم از مولارش استفاده کنیم، عشق من اموی بریم. قشنگترش اینه، قشنگترش اینه که از همون مولی که داده استفاده کنیم، چون چند مول داخلش شد، شد 8 مول دیگه. نه به تخت بعد منظورم بگم، الان میخوام ارتباط برقرار کنیم بین کاوهاش و هاش انوسه. معادله خودش موازنه بود، اینو بر حسب مول میرم، اینو اموی چون گفته محلول، دو تا خط کسری میذارم، اینجا 1 × 1000 یعنی چی؟ یعنی 1 مول کاوهاش میتونه 1000 میلی‌لیتر محلول 1 مولار هاشنوسه رو خونسا کنه یا باهاش واکنش رو کامل بده. یه بار دیگه، 1 مول کاوهاش که یه بازه میتونه با 1000 میلی‌لیتر محلول 1 مولار هاشنوسه واکنش رو کامل بده. حالا 0.8 مولش شد 0.8 مول دیگه، 0.8 مولش دیگه فهمیدی؟ با چند میلی‌لیتر محلول 0.2 مولار، با چند میلی‌لیتر محلول 0.2 مولار اینجا ضرب میذارم، چند میلی‌لیتر میشه x، این 0.2 به دست میاد، x آراحت به دست میاد. یه بار دیگه، 1 مول کاهاش 1000 میلی‌لیتر محلول 1 مولار هاشنوسه رو باش واکنش میده، 0.8 مولش چند میلی‌لیتر محلول 0.2 مولار باش واکنش میده. عشق به خدا کلین، عشق من MV، x اینجا به دست میاد. میشه 4000. من دیگه معطل ضرب تقسیم رو کردم، همه جواب رو دیدم بهتون گفتم. بچه فهمیدید؟ آره؟ مشکل ندارید؟ خب بچه عجل نکن، تا 6 با همیم که بتونیم یا پس جلوتر بریم که نیاز نباشه من فوق‌العاده خواستون نبرین جلوتر، هی بعدش وارد فصل سرعت میشین سرعتم یه خورده بیشتره. خب من نمیخوام چیزی از قلم بندازید، مواظب باشید، هیچ تستی نخواستم از قلم بیفته. گفتم یه فایز من یاد دادم، تو کلاس من بودی، بهتون یاد دادم که نیاز نیست به ما بگه، ما خودمون میفهمیم تو هر تستی که مولاریته بود و بگو چگالی محلول درصد جرمی به کارم میاد، که من کار زرنگی رو کردم، درصد جرمی که به دست آوردم شد مثلا 44.8%. بعد اصلا تعریف درصد جرمی از من خواسته تو این سوال، لازم نیست که به تو بگه 100 گرم از این محلول، خب درصد جرمی مقدار گرم موجود در 100 گرم محلوله، گفته 100 گرم از این محلول چند مول پتاسیم هیدروکسید داره، من فهمیدم که 100 گرمش 44.8 گرم داره، بعد اومدم تو تخته بعد به 56 تقسیم کردم شد 0.8 مول، 0.8 مول. این از این. یکی از تستایی که خیلی تو کلاس ازم میپرسیدی تست شماره 18ه، تست سختی نیست ولی واقعا تو کلاس هیچ معلمی نمونهشو سر کلاس عادی حل نمیکنه چون وقت زیادی ازش میگیره، تست کنکور نظام قدیمم بوده، من بهشم دست نزدم، اما خب به دلیل که این فرصت زیادی بهتون دادن واسه درسون از این حرفا ممکنه تغییرات تو بعضی از تستا بدن. این تست رو من حل میکنم، قولم نمیدم کل کلاس یاد بگیرم، تست سنگینی، اگه یاد گرفتید خب جون ماچ بغل هر چی میخواد بنویسید، اگه یاد نگرفتید خب بالا به خوبی خودتون ببخشید، چون 100 بارم بگم به یه شکل میگم، ولی تلاش میکنم توی یکی 2 بار گفتن یاد بگیرید. بریم تست بعدی روش فکر کنیم. فقط من یادم نیست به شما چیز رو داده یا نه، سال 18 واکنش رو داده یا نه، فکر کنم من ننوشتم. چرا ایناش؟ آها شماها ندارید، عذر میخوام، چون میگم اصلاحیتش بعدش من فرستادم، شما ندارید، یادداشت کنید. واکنش اینه Al2SO4 سه مرتبه میدهد Al2O3 به اضافه SO3. موازنه شدم من می‌نویسم اینجا یه 3 پشت SO3 بذارید مشکلاتمون حل. 1 مول آلومینیوم سولفات، نمیخوام شما قبلش روش فکر کنید، نه من میخوام بگم، ولی توی فکرم که واقعا چجوری بگم، تلاشم میکنم از بهترین فن بیانم استفاده کنم یادتون بدم، چون اگه بیاد اختلاف از هر 10,000 نفر یه نفر میتونه حل کنه، ولی مشابهش بیاد میتونید حل کنه. خب یا خدا،
همه دلتون مال من، همه وجودتون اینجا، قوی و محکم گوش بده بدیم ارزشو داریم یاد بگیریم، منم ارزشو دارم یاد بدم یا نه. میخوام یه جون و ماچ عجیب غریب نوشته بشه اگه فهمیدید. سر کلاس واسه بعضیا من حل کردم، ولی واسه بعضیا نه. یک دو نفر پرسیدن من حل کردم. حالا واسه سه خیلی شیکیه، خیلی. من یه بار دیگه اینو می‌نویسم. آماده اید؟ یا خدا برو بریم. آل دو اس او چهار سه مرتبه تجزیه شده به آل دو او سه به اضافه سه تا اس او سه. به بچه ها تستایی که عدد نمیده، عدد بهتون نمیده. مثلا نگفته 5 گرم از این تجزیه میکنیم چند مول از اون، اینجوری نگفته. پارامتری ازتون خواسته، یعنی مثلا گفته نمیدونم فراورده ها دو برابر واکنش دندان، نمیدونم یکی از فراورده ها نصف اون یکیه، اینجوری بهتون سوال میده. یکی از راهاش اینه که اینجوری حل کنید. نگاه کنید، رفتم میگم اولش یک مول آن، چون گفته چند درصد تجزیه میشه، من دنبال تجزیهش میرم دیگه، من دنبال این میخوام برم. درسته؟ نگاه کن تخته رو. یک مول آلومینیوم سولفات داشتیم که یه مقدارش تجزیه میشه. گرفتید؟ نمیدونیم چقدرش تجزیه میشه. مقدار تجزیه شده رو فرض میکنیم x. میگیم خیلی خوب x مولش تجزیه میشه. یادت نره که واحد این ردیفی که من می‌نویسم موله. یک مول آلومینیوم سولفات داشتیم، x مولش تجزیه میشه، یک منهای x مولش باقی میمونه. ضریب این یکه، ضریب اینم یکه، اما ضریب اون سه. وقتی یک مول از این تجزیه بشه، یک مول آل دو سه خواهد داد سه مول اس او سه. وقتی ایکس مول آل دو اس او چهار سه مرتبه تجزیه بشه، ایکس مول آل دو سه خواهد داد و سه ایکس اس او سه. اینه بفهمید، تیکیه بفهمید، تمامه. فقط دون واحد همه موله، قبوله؟ اگر یک مول آل دو سه اس آل دو اس او چهار سه مرتبه تجزیه بشه، یک مول آل دو سه میده سه مول اس او سه. حالا که قراره ایکس مولش تجزیه بشه، خب ایکس مولم از این خواهد داد و سه ایکس از اون. همیشه میزان تولید و مصرف پرورده ها به نسبت ضریب های موازنه شون. سوال گفته باید به تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم فراورده جامد، منظور از فراورده جامد یعنی آل دو سه، تا جرم این با جرم واکنشتنده باقی مانده برابر بشه. اگه میگفت مولشون، اگه میگفت مولشون، به من چیکار میکردم؟ میگفت مولشون برابر باشه، میگفتم یک منهای x باید برابر بشه با x. اگه میگفت مول، نگفته مولشون که، گفته جرمشون. وقتی میگه باید جرمشون برابر بشه، حواستو جمع کن، مول رو باید به جرم تبدیل کنی، پس باید در جرم مولی ضرب کنی. برای اینکه مول به جرم تبدیل، مثلا دو مول آب چند گرم، میگه 36 گرم دیگه، در 18 ضرب کردی. نمیدونم یه مول خشتک چند گرم، میگه مثلا 74 گرم، چون خشتک مثلا 74 گرم. پس برای اینکه مول به جرم تبدیل بشه، باید در جرم مولی چیکار کنی؟ ضرب کنی. خب جرم مولی آل دو اس رو 4 سه مرتبه 342. فکر کنم درست نوشتم 342. جرم مولی اون یکی 102. حالا درست شد؟ فقط یادت باشه درسته که من جرماشون رو با هم مساوی قرار دادم. چرا با آل دو سه؟ چون گفته جرم گفته تا جرم فراورده جامد، یعنی این با جرم واکنشتنده باقی مونه، پس اینجا از اس او سه نخواسته استفاده کنه. اینجا علومه x به دست میاد، نمیخوام معطل کنم، x به دست میاد 77 صدم. اما یادت نره واحد x مول ها، چون از اول من مول انتخاب کردم، 77 صدم مول. درست شد؟ پس وقتی میخواد جرم واکنشتنده فراورده جامد با واکنشتنده جامد باقی مانده برابر بشه، باید 77 صدم مول آلومینیوم سولفات تجزیه بشه. گفته چند درصدش تجزیه شده؟ درصد میشه جز تقسیم بر کل ضرب درصد. درسته؟ جز چند درصد، چقدر مقدارش تجزیه شده؟ 77 صدم مول. تخته نگاه کن، 77 صدم مولش تجزیه شده. من دنبال درصد تجزیه میگردم. 77 صدم مولش تجزیه شده، اولش هم بوده یک مول، ضرب درصد کن میشه 77 درصد.
سوال سختی نبود بچه، ولی خب پرنکته و پرمحتوا. آره بنویسید تا من دوباره توضیح بدم. یه اسکرین شات بگیرید من توضیح میدم الان. آره خدای خیلی جون داشت. حالا من یه بار دیگه میگم، سوال گفته یه مول آلومینیوم سولفات باید به تقریب چند درصد تجزیه بشه تا جرم فرآورده جامد با جرم واقعه ماشتنده باقی مانده برابر بشه. گفتم اگر یه مول، مول اول گفتم، گفتم اگر یه مول آلومینیوم سولفات تجزیه بشه داشته باشیم، x مولش تجزیه بشه، خب یک منا xش باقی مونه، x مولم آل دو و سه میده، کار به اس و سه نداره. اگه صورت سوال گفته بود مول فرآورده جامد با مول واکنشتنده واقعمانده برابر بشه، مستقیما یکی به ایکس مساوی با ایکس قرار میدادن، چون گفته جرمشون در جرمشون ضرب کردن، جرما رو برابر قرار دادن، ایکس به دست اومد. ایکس یعنی 77 صدام مول آل 2 اس 4 مرتبه از اون یک مول تجزیه میشه. 77 صدام رو به یک تقسیم کردم ضرب درصد، پس 77 درصدش تجزیه شد. تست خیلی قشنگ. صفحه سفید هم گوشته بود. تست 19 دقیقا کنکور سراسری سال 98 بود. خب من نتونستم ازش بگذرم، چون یه تست که بچه ها رو خیلی مشکل دار میکنه، من تو کلاسام سعی میکنم اونو چندین بار حل کنم. خب قبلش باید این معادله رو موازنه کرد. من اوراسی یه اشتباه تایپی هم داره، این درستش کنید بچه ها. نمیدونم شما درستشو دارید یا غلطشو. این بچه ها بی آی NO3 سه مرتبه است، آهن چیز بیسموت سه مثبته، یعنی اینو سه اش کنید، این سه درستش کردید همه؟ آره 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 آره. SO3 کاش نداشتم یه، چون صورت سوال پانیست نگفته بود، گفته بود فرآورده جامد. SO3 گازه، به صورت سوال قبل نگاه کنی، SO3 گازه. مگه اشتباه اسوسر جامد نشه تو تست قبلی؟ نه نه اون اشتباه تایپیه، درستش کنید. خوب شد گفتید. آه حق باشم اصلا روز میخوام، من نیدم چون سوال واکنش حفظم. اینو درستش کنید، این گازه. مرسی که گفتید اسوسر گازه، فرآورده جامد اسوسر گازه. یادم باشه اینا رو خودم درستش کنم بعدش. اشتباه تایپی منه ها، اشکالی نداره. حال فهمید چی شد بچه ها؟ آره آره آره، اون جامد نبود، اون چی بود؟ گاز. اینم سهش کنید. خب این حل شد، بیاد اینجا. اینجا دیگه مشکلی نداریم، تغییری نمیخوام بدم. خیلی خب، فقط من معادله رو موازنه کنم سری که معطلش نشیم روش کار کنیم. این میشه 4 تا آش ان و 3، چون موازنه دیگه کار کردیم. این یک میمونه، اینم یک میشه، 4 تا ان 3 تاش اینجاست، اینم میشه یه دونه، 4 تا هاش میشه 2 تا آب. خیلی خوب معادله موازنه شد. سوال آسونی نیست بچه. گفته قطعه از فلز بیسموت درون 200 میلی لیتر محلول 5 مولار نیتریک اسید انداخته شده. اگر نمودار تغییر جرم مخلوط واکنش به صورت زیر باشد که تو صفحه بعده، فقط نشید بگم بچه ها سریع یادداشت کنید، تغییر جرم واکنش دنده و فرآورده ها فقط به خاطر خروج گاز NO. این یادداشت کنید، تغییر جرم در این واکنش فقط به خاطر خروج گاز NO. گاز NO. قبوله؟ خب اگر نمودار تغییر جرم مخلوط واکنش به صورت زیر باشد، نمودار تغییر غلظت یون بیسموت بی آی سه مثبت کدام است؟ خب نگاه کنید تخته رو بچه ها. ابتدای کار ما اصلا یون بیسموت نداشتیم، میبینید اصلا یون بیسموت نداریم. یون بیسموت کنار گاز NO تولید میشه که گاز NO خارج میشه و یون بیسموت تو محیط میمونه. بیسموت بی سه مثبت، یعنی منظورم اینه. قبوله؟ و یادمون نره یک دونه یون بیسموت، یعنی به ازای هر یه مول یون بیسموت،
ما یک مول NO گاز از محیط عمل خارج میشه. این یادتونه. حالا تخته بعدو ببینید اگه نمودار هستن. نمیدونم شما میبینید یا نه، ولی من اعداد رو میگم. وقتی این واکنش اتفاق افتاده، اینجا نوشته بچه 203، اگه شما دارید اینجا نوشته 203، اینجا نوشته 5. 5 رو نگاه کنم، من میمونم 5. یعنی این دقیقاً روبرو 200، اینم اینجا 200. یعنی 5 دقیقه که گذشته تغییر جرم واکنش بوده 3 گرم. یادداشت کن برای خودت، یعنی پس از گذشته 5 دقیقه 3 گرم گاز NO خارج شده. چند گرم بچه ها؟ 3 گرم گاز NO خارج شده. قبوله؟ حالا تخته نگاه کن، قشنگ بفهمید دارم چی کار میکنیم. اگه یادت باشه تو تخته قبل نوشتم یون بیسموت 3 مثبت ارتباط داشت با NO. این محلوله، چون 200 میلی لیتر محلول داشتیم از قبلم که یون بیسموت نداشتیم، هر اتفاقی میفته تو اون 200 میلی لیتر است. تو اون 200 میلی لیتر تو نره نگاه کن، 200 میلی لیتر محلول 5 مولار نیتریک اسید داشتیم و خواهید که اصلا این به کار نمیاد، چون ما دنبال یون بیسموت میگردیم که از اول صفر بوده. یادداشت کنید یون بیسموت از صفر به یه مقداری میرسه، چون از اول ما یون بیسموتی نداشتیم. حالا این عشق من ام وی میشه و اینم گرم، دو تا خط کسری اول میرم بالا. اگر محلول من 1000 میلی لیتر باشه، اونم یک مولار که میشه اون 1000 در 1000 خودمون، 14 و 16 30 گرم تغییر جرم داریم. چند گرم؟ 30 گرم. حالا 3 گرم تغییر جرم داریم، محلولم هم 200 میلی لیتره، غلظت یون بیسموت میشه چقدر؟ یادی بگم، اگه محلولم 1000 میلی لیتر بود و غلظت یون بیسموت 1 مولار بود، خب یا اینجوری بگم، اگه محلولم 1000 میلی لیتر بود 30 گرم تغییر جرم ایجاد میشد، غلظت یون بیسموت از 0 به 1 مولار میرسید، چون اول صفره. حالا تغییر جرمم 3 گرمه، محلولم هم 200 میلی لیتره، تغییر یون بیسموت به چند میرسه؟ به ایکس اون میشه نیم، به نیم مولار میرسه. یعنی گزینه درسته که بعد از 5 دقیقه غلظت یون بیسموتش به نیم برسه. جواب گزینه یکه. نگاه کنید، نگاه کنید اینجا رو، این نیمه، این بالا اگه پیدا نیست این نیمه، پنجا بلد نیستم برسم، این نیمه، اینم دقیقا 5 دقیقه است و این نقطه نقطه‌ایه که بعد از 5 دقیقه غلظتش به نیم مولار رسیده. گزینه دو غلطه، چون بعد از 5 دقیقه به 1/10 مولار رسیده، غلطه. گزینه سه غلطه، چون به نیم رسیده اما بعد از 2 دقیقه. گزینه چهارم که کلن فوش. یاد گرفتید بچه ها؟ سوال خیلی آسون بود ولی استدلالش کار سختی بود. همه فهمیدید چیکار کردم بچه ها؟ به من گوش بدید، همه فهمیدن؟ خیلی اتمام، خیلی خوب آروم گفتم، خودم از گفتن خودم خوشم. گفتم 5 دقیقه گذشته جرم از 203 رسیده به 203 گرم تغییر کرده. ببینیم 3 گرم تغییره غلظت یون بیسموت رو از 0 به چند میرسونه. میپرسه کوشان چرا میگه از 0؟ علتش اینه دیگه، چون اصلا بیسموت فراورده است، قبلش که وجود نداشته یون بیسموت که. حالا اگه 30 گرم تغییر داشته باشیم، محلولم هم 1000 میلی لیتر باشه، غلظت یون بیسموت به 1 مولار میرسه. حالا که 3 گرم تغییر جرم داریم، غلظت هم 200 میلی لیتره، خب غلظت یون بیسموت به چقدر میرسه؟ به نیم مولار میرسه. به نیم مولار میرسه. اینجاست که تو میفهمی گزینه درسته که بعد از 5 دقیقه غلظت یون بیسموت به نیم مولار میرسه. خوب بود. من دوست داشتم کلاسو. مسئله خیلی مهم براتون حل کردم. درسته؟ بازم تاکید میکنم نگران نباشید، زمان داریم برای کار کردنمون، خسته نباشید، دیگه به دردتون نمیخوره، خودمون دیگه حال ندارم. دوست داشتید کلاس خوب بود، اطلاعاتی به دست آوردید، میتونید ازش استفاده کنید، میرید خونه دوباره میخونید ان شاء الله، بگید من کیف کنم. زهرا واقعا راه خوب بود تو کلاس.
خودتون خوبید، به خدا براتون سرمایه گذاری میکنیم، به خدا براتون هر چی بتونیم کار میکنیم، من اصلا برام مهم نیست که چقدر وقت طول میکشه، هر چی بتونم میگم. فدا تستا رو واقعی انتخاب کردم، همتون فهمیدید، نیومدم جوری تست انتخاب کنم که سر تایمش تموم بشه، نه، نخواستم چیزی از قلم بیفته. حالا بعدش اینی که از زمان کم بیاری، من همه اینا رو هیچ که نمیمونه، نمیذارم بمونه، مثلا 20 تاش بمونه فیلم میگیرم میذارم ازش استفاده کنم، نمیذارم دست بدید چیزا رو، ولی نمونه‌ای که دلم میخواد براتون حل میکنم، برام پایین منو ببینید. امیدوارم از این کار راضی باشید، چون هدف اصلی اینه که شما راضی نگه دارم و بدونید که دارم روش کار میکنیم و از این قضیه خوشحالم که حالا اظهار لطف هم میکنین و منم دوستتون دارم خیلی. میبینمتون انشاءالله تو اولین فرصت. برین هفته بعد رو ادامه برنامه‌تون کار کنید، ولی امشب اینا که من کار کردم و یه بار دیگه کار کنید، چون تستای فصل بعد تستای آسونی هستند دیگه، ترمو اینا خیلی تستای پیچیده ای نداره، چون که من پیچیده ترینش انتخاب کردم، ولی خود ترمو فصل خیلی شیکیه. کار کنید، نامگذاری آلکان اینا آسونن، من با سرعت بیشتر میرم جلوتون نامگذاری ها. میگن لیمیت x به سمت 1 x منهای 1 تقسیم بر x2 منهای 3 x به اضافه 2، بالا اتحاد چاق و لاغر داریم، بازش کنیم چاق و لاغره رو، میشه x منهای 1 در x2 به اضافه x به اضافه 1. اگه چاق و لاغر رو بلد نیستی برو بخون چاق و لاغر رو، حفظ باید باشی این اتحادو. اسپانیا بهش میگم فیلو فنجون. x2 منهای 3 x به اضافه 2 میشه x منهای 1 در x منهای 2. ای چه خوب، باز x منهای 1 که اذیت میکرد ما رو حذف شد، حالا جای x همون باید 1 بذاری، بالا 1 1 1 میشه 3، پایین 1 منهای 2 میشه منفی 1، جواب میشه منفی 3. 4 رو ببین، میگه لیمیت x به سمت 1 x منهای 3 x2 به اضافه 3 x منهای 1 تقسیم بر x2 منهای 2 x به اضافه 1 در x2 منهای 1 کدام است؟ آقا بالا اتحاد مکعب داره داد میزنه من اینجا، پایین این اولیه اتحاد اول دیگه، این دومیه چی؟ مزدوجه. الان با خودت میگه ای چه باحال، x منهای 1 توان 3 با اینه رفت، چی موند؟ تو صورت 1 پایین x به اضافه 1، جای x هم باید چند بذارم؟ 1، خب میشه 1 2. همینه، اتحادا رو باز کن، تجزیه کن، اون عامل صرف شونده عامل ابهام میره. 5 رو ببین، من الان بالا میتونم از دو فاکتور بگیرم. بچه فقط یه چیزی ها چک کنید صفر صفرون باشه، یعنی یه دومه رو یکه رو سهه رو هر عددی که ایکس داده بود جایگذاری کن صفر صفرون باشه. بالا یه دو فاکتور گرفتم. شاید الان بعضیاتون بگین آقا اون یکه که دو نداشت چجوری فاکتور گرفتی؟ بچه ببینید، مثلا شما اگه داشته باشی سه ایکس به اضافه مثلا 4، اگه از 3 فاکتور بگیری اون 3 x که میشه x، اون 4ه چون 3 نداره اون 3 رو بدهکار میشه میره تو مخرج. اینجا هم این 1 2 نداشت، 2 بدهکار شد رفت تو مخرج، پایین مزدوج. خب دوست من اینجا رو نگاه کن قشنگ، این x منهای 1 دوم رفت، جای x رو یه دوم بذاریم، یه دوم و یه دوم جمع میشه میشه 1، بالا 2، جواب شد 2. پس ببینید حل کردن سوالات رفع ابهام واقعا ساده است، واقعا ساده است، واقعا ساده است، مخصوصا تو سبک اولش که فقط مهمه که شما اتحاد بلد باشید. همین، این یکی رو ببین، من به شما یه حرفی زدم، گفتم همیشه اول براکت، بعد قدر مطلق، بعد بقیه چیزا. الان تو شیشمیه من قدر مطلق دارم، قدر مطلق اگر توش مثبت باشه قدر مطلق رو برمیدارم خودش رو میذارم، اگه توش منفی باشه قدر مطلق رو برمیدارم قرینش رو میذارم. من اگه یک بیشتر رو بذارم یک و خورده ای به توان دو میشه یک بیشتر، یه عدد بیشتر از یک هرچی به توان برسه بیشتر میشه دیگه، پس بازم یک بیشتره. بچه یک و خورده ای منهای یک، یه بار دیگه، یک و خورده ای منهای یک مثبته یا منفیه؟ مثبته. خودش بیاد یا قرینش؟ خودش
خودشون. بالا مزدوج رو میبینی دیگه، چش داری انشالله. اینا با هم میرن جای ایکس یک میزن دو. این هست دیگه ته سوالی که یارو فکر کرده وای من چقدر خفنم، نمیدونه تو شاگرد منی. اینه هفت، میگه لیمیت ایکس دو منعی برای که ایکس تصور دو ایکس منعی دو وقتی ایکس به سمت یک بیشتر میره. آقا من تو یه سوال میپرسم، اول سوال کی میری؟ براکت. یک بیشتر یعنی یک و خورده، براکتش یکه، پس این میشه یک. پس بالا ایکس دو منعی یک دارم، پایین دو ایکس منعی دو. یالا بگو بینم بالا چه اتحادی؟ مزدوج. پایین چیکار کنم؟ آها از دو فاکتور ایکس منعی که خدافز جا ایکس یک بذاریم، یک و یک دو، پایینم دو، جواب یک. میشه آسونه دیگه. مثلا طراحه هشتو که مطرح کرده تو این مایه ها بوده که وای من چه خفنم، ولی نگاه کن هیچ کاری نداره. گفته لیمیت ایکس به سمت دوه، ایکس منعی دو به تمون سه، من های ایکس منعی دو به تمون دو تقسیم بر ایکس دو منعی چهار، ایکس بذار چهار. بچه ها بالا کی میتونید فاکتور بگیرید؟ آفرین، ایکس منعی دو به تمون دو. از اولی یک سمنای دو میمونه، از دومی یک میمونه. پایینم ای اتحاد اوله. آقای تالینچا آسون بود، اینا رفت. حالا جای ایکس دو بذاریم، خب دو منای دو هم که میشه صفر، یه منهای یک میمونه، کلن شد منفی یک. یعنی ببین یه فاکتور میگیری، یه اتحاد جمع و جور میکنی، جواب بدست. اصلا نگران رفع پام نباشی. نو گفته لیمیت x به سمت دو بیشتر، رادیکال x2 منعی 4 x به 4 تقسیم بر x منعی 2. یالا بگو زیر رادیکال چی میبینی؟ اتحاد اول. بچه ها از زیر یه رادیکال با فرجه زوج اگه عبارتی بیاد بیرون میره داخل قدر مطلق. حالا تو به عنوان دانش آموز من میدونی همیشه اول براکت بعد قدر مطلق، ها؟ الان اینجا قدر مطلق داری، دو بیشتر داخل قدر مطلق مثبت یا منفی؟ مثبت. خودش بیاد یا قرینش؟ خودش. اینا که این همان رد شدن، آقای تاری چی موند؟ یک. همین، این سبک اولش. اما سبک دومش چیه؟ گاهی اوقات دیگه حالا یه جوری میده تو اتحادش بلد نیستی ساده کنی. مثلا بالا اینو نگاه، x منای 2 x منای 4 اتحادش چیه؟ من چه میدونم. این پایینی صورت 3 x تو منای 2 x منای اتحادش چیه؟ من چه میدونم. حتی بذار اینجوری بگم، اگه اتحاد داشت تو بلد نبودی میتونی از این روش کمک بگیری. این روشو من توی معادله درجه 2 هم تقسیم کردن رو بهت یاد دادم، فقط توضیح منو دقت کن. اگر اتحاد و بلد نبودی، اونی رو که میخوای ساده کنی و بلد نیستی، مثلا صورت اینو من بلد نیستم، x منای 2 x منای 4 نمیدونم چیکار کنم، به عامل ابهام، به عامل صفر شونده تقسیم کن. یعنی چی؟ یعنی x منهای 2 x منای 4 رو به x منای 2 تقسیم کن. حالا ببین اینجا رو، x3 رو تقسیم بر x کنی میشه x2، ضرب کن میشه x3 منای 2 x2، کم کنیم. خب x ها که میره منفی در منفی مثبت میشه 2 x2 منای 2 x منای 4. دوباره 2 x2 رو به x بگیر میشه 2 x، ضرب کن میشه 2 x2 منای 4 x، کم کن اینا میرن منفی در منفی مثبت میشه 4 x منای 2 x میشه 2 x منای 4. دوباره تقسیم کنید دو، اینم دو ایکس منای چار، باقی مانده صفر. اگر شما باقی ماندتون صفر نشه یعنی غلط تقسیم کردید، به تقسیمتون رو چک کنید. خب آیتا این تقسیم انجام دادیم، بعدش چی؟ بعدش تو صورت به جای اون چیزی که بلد نبودی ضرب خارج قسمت در مخصوم علیه رو بنویس. یعنی الان تو صورت من می‌نویسم ایکس منهای دو در x2 به اضافه 2x به اضافه 2. میگی خب که چی آقا؟ میگم بیا نگاه اینا رفت. حالا جای x باید چند بذارم؟ 2.
دو به تمام دو چهار، دو دو تا چهار جمعش تا اینجا هشت، یه دو هم داریم ده. تمام. پایینی ها رو ببین، گفته 3x2 منای 2x منای 1 تقسیم بر x3 منای 1. مخرج رو که بلدی میشالله به حق علی، میشه x منهای 1 در x2 به اضافه x به اضافه 1. اما صورت رو باید تقسیم کنیم، بلد نیستم اتحادشو، باید به چی تقسیمش کنم؟ x منهای 1. چرا x منهای 1؟ چون x به سمت 1 داره میل میکنه، عامل صفر شوندم میشه x منهای 1. خب اگه بخوام تقسیمش رو انجام بدم، 3x2 منهای 2x منهای 1 تقسیم بر x منهای 1، 3x2 به x میشه 3x، میشه 3x2 منهای 3x. کم کنیم، 3x2 ها که میره منفی در منفی مثبت، 3x منهای اون میشه x منهای 1، به به اینم 1، باقی مونده 0. پس صورت هم میشه x منهای 1 در 3x اضافه 1. عزیز من x منهای 1 رو بزن، بالامون 3x اضافه 1، پایینمون x2 اضافه 1 اضافه 1. به جای x ما 1 بذارم، بالا 3 و 1 4، پایین 1 1 1، 3 جواب 4 3. آقای طاهری طراح بخواد اذیتمون کنه چیکار میکنه؟ اینها یه چیزی بهمون میده که نه صورتشو بلدیم نه مخرجشو بلدیم، جفتشو باید تقسیم کنیم. حتی تشریحش ها تستیش 10 ثانیه هم نیست، نمیگم به اطلاع ایشالله تو کلاس های حضوری. حالا ببین من رو نگاه میکنم، میگم ای بابا اتحاد بالا رو بلد نیستم، اتحاد پایین رو بلد نیستم، بس باید تقسیم کنم. میام 2x2 منهای 5x منهای 7 رو به x به اضافه 1 تقسیم میکنم. x به اضافه 1 رو از کجا آوردم؟ x منهای منفی 1، چون x اون به سمت منفی 1. تقسیمش چی میشه؟ 2x2 رو به x بگیریم میشه 2x، ضربش میشه 2x2 به اضافه 2x، کم میکنیم میشه منفی 7x منهای 7، تقسیم میکنیم میشه منفی 7x منهای 7. پس به جای صورت من میتونم بنویسم x به اضافه 1 در 2x منهای 7. بریم سراغ مخرج. من این مخرج رو اینجا می نویسم، حالا بعدا پاک می کنم. باید x3 به اضافه 6 x به اضافه 7 رو تقسیم بر x به اضافه 1 کنیم. x3 رو به x تقسیم کنم میشه x2، خب ضرب کن میشه x3 به اضافه x2، کم می کنم اینا میره، منفیه رو ضرب کنیم میشه منهای x2 به اضافه 6x به اضافه 7. خب منفی x2 رو تقسیم بر x کنم میشه منفی x، ضرب کن میشه منهای x2 منهای x، کم کن در نهایت میشه 7x به اضافه 7، یه 7 میگیریم اینا میرن. یعنی تو مخرجم باید بنویسم x به اضافه 1 در x2 منهای x به اضافه 7. میبینید چقدر طولانی شد حل این سوال؟ تستیش 10 ثانیه هم نیست خدا شاهد. منفی 1 رو اگر من بخوام جایگذاری کنم قبلش اینا رو بزنم، بالا میشه منفی 9، پایینم میشه 9، جواب میشه منفی 1. این هم سبک سوم. اگر اتحاد بلد نیستی تقسیم کن به چی؟ به عامل صفر شونده. عامل صفر شونده چیه؟ x به سمت هر چی بود، x منهای اون میشه عامل صفر شونده. اما سبک سوم، اونایی که x زیر رادیکاله. بچه‌ها ما تمام تلاشمون اینه که x های زیر رادیکال رو از بین ببریم. چه جوری؟ تو مزدوجش رو ضرب و تقسیم می‌کنیم. ببینید. گفته لیمیت فرقی نمی‌کنه رادیکال تو صورت یا مخرج. گفته لیمیت x به سمت یک رادیکال x منهای 1 تقسیم بر x2 منهای 1. من رادیکال دارم می‌بینم، پس میام تو مزدوجش ضرب و تقسیم میکنم. توی صورت آی منهای ب در آی به اضافه ب چی میشه؟ آ2 منهای ب2، اولی به تمام 2 x، دو به تمام 2 کم 1. پایین اینجا من خودش رو یه مزدوج میبینم، باز میکنم اون رادیکال x به اضافه 1 هم که دارم.
حالا تو صورت و مخرج x منهای که میره کافیه به جای x همون یک بذاریم، یک و یک دو، یک و یک دو، یعنی این دوه، این هم دوه، دو دوتا چارت سوالت شد. پس فرقی نمی کنه چی باشه، مهم اینه که اگر رادیکال داری شما لطف کن تو مزدوجش ضرب و تقسیم کن تا رادیکال هم بره. مثلا اینجا مزدوجش میشه رادیکال 2x به اضافه 2، این هم میشه رادیکال 2x به اضافه 2. خب توی صورت اولی به تمام دو 2x، دوباره به تمام دو 4، پایین ای این خودش اتحاد داره، اتحادش چیه؟ x منهای 2 x منهای 3. یادت نره اون رادیکال 2x به اضافه 2 رو هم داری. آقای تاری الان تقریبا حل من تمومه؟ بله. فقط حواست باشه تو صورت میتونی از یه دو فاکتور بگیری. خب بعدش چی میشه آقا؟ بعدش x منهای 2 با هم میره، صورت یه دونه دو میمونه پایین، به جای x همون اگه دو بذاریم دو منهای 3 میشه منفی 1، اینجا هم دو بذاریم میشه دو و دو 4، جواب نهایی میشه منفی 1 دوم تمام. همین. سومی رو ببینید، سومی گفته لیمیت x به سمت 4، یک منهای رادیکال x منهای 3 تقسیم بر x2 منهای 4x چی میشه؟ دوباره من رادیکال میبینم، دوباره باید یک کاری کنم، x از بین بره، ضرب میکنم تو یک به اضافه رادیکال x منهای 3، تقسیمش هم صورت اتحاد مزدوج داره، میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. فقط همیشه پرانتز بزنیم که حواستون باشه اون منفی مال جفتشون. پایین از x دو منهای 4x من از یه دونه x میتونم فاکتور بگیرم، حواست باشه که یک به اضافه رادیکال x منهای 3 رو هم داری. خب الان توی صورت منفی تو جفتش ضرب میشه، میشه منفی x، منفی در منفی 3 هم که میشه مثبت 3، اون مثبت 3 با 1 میشه 4 منهای x، بروی x، x منهای 4 1 به اضافه رادیکال x منهای 3. فقط دوباره شما تو صورت این بار میتونید یه دونه منفی فاکتور بگیرید، که چی آقای طاهری؟ وقتی هم منفی فاکتور بگیری x منهای 4 میره، تو صورت یه منفی 1 میمونه، پایین جای x همون باید عدد 4 بذاریم. خب یه دونه 4 خواهیم داشت، ضرب در 4 منهای 3 1، 1 و 1 2، جواب میشه منفی 1ش رو. این هم از این. فقط من این تیکر الان میخوام پاک بکنم، حالا شما اگر خواستید که فیلم رو بزنید عقب استوب میکنید میبینید دیگه، ادکار پاک بکنم که جای حل برای 4 داشته باشم. کلن رفع پام یکی اینایی که دارم میگم دیگه، یعنی یا اتحادشو بلدی که ساده میکنی، یا اتحادشو بلد نیستی تقسیم میکنی، یا رادیکال داری که تو مزدوج ضرب و تقسیم میکنی. حالا طراح چه کار دیگه ای میتونه انجام بده برای اینکه ما رو اذیت کنه؟ مثل این سوال 4 هم توی صورت رادیکال بده هم توی مخرج رادیکال بده. الان شما هم باید برای صورت تو مزدوجش ضرب و تقسیم کنید، هم توی مخرج مزدوج دارید. خب حالا دقت کنید، الان توی صورت این اولی و دومی رو باید تو هم دیگه ضرب کنیم. خب یه اولی به توان دو خواهیم داشت که میشه 3x، یه دومی به توان دو 9. دقت کنید رادیکال x به اضافه 1 به اضافه 2 رو هم داریم. پایین چی؟ این اولی آخری رو اگر تو هم ضرب کنیم مزدوج داریم، یه اولی به توان دو خواهیم داشت منهای دومی به توان دو در رادیکال 3x به اضافه 3. حالا کافیه بالا یه 3 فاکتور بگیرم،
توی رادیکال ایکس به اضافه که به اضافه دو هم که هست، پایین یک منای چار که میشه منای سه، در یه رادیکال سه ایکس به اضافه سه هم که هست، کیا با هم دیگه میرن؟ ایکس منای سه جا ایکس همون چند باید بذاریم؟ سه. خب سه و یک چار، رادیکال چار دو، دو و دو چار، چار سه تا دوازده تا تقسیم بر سه رو بذارم، سه سه تا نه، جذرش سه با سه جمع بشه شیش میشه دو. پس حتی اگه هم صورت هم مخرج بشه برای جفتی ضرب و تقسیم میکنیم. سوال پنج رو ما تو کلاس های آنلاین هم به عنوان تکلیف گذاشتیم، حل کنید بفرستید برام، تنبل بازی در نیارید. اما سبک چهار رو مثلثاتی، همتونم که مثلثاتی دوست دارید خدا رو شکر. اینجا علاوه بر اتحادهای مثلثاتی ممکنه خود مثلثاتی ها رو مثلا با اتحاد مزدوج و چاقل آغر و اینا قاطی کنم، با یه ذره حواستون فقط به اتحادها باشه. مثلا گفته لیمیت x به سمت پی دوم کوسینوس 2 x تقسیم بر 1 منهای سینوس x. هممون میدونیم کوسینوس 2 یعنی 1 منهای سینوس 2. حالا توی صورت اتحاد مزدوج داریم، کیا با هم دیگه میرن؟ 1 منهای سینوس ها. پی دوم بذاریم سینوس پی دوم یکه، یک و یک دو. این است. دومی رو نگاه کنید، لیمیت x به سمت پی یک به اضافه کوسینوس تقسیم یک به اضافه کوسینوس سه. این بار تو مخرج طرف برا من چاق و لاغر گذاشته، من باید چاق و لاغر این رو باز بکنم که میشه یک منهای کوسینوس به اضافه کوسینوس دو. یک به اضافه کوسینوس ها میره، جای ایکس هامون اگر پی بذاریم کوسینوس پی منفی یکه، این منفی یک، این هم که منفی یک به تمام دو یک، منفی در منفی مثبت که میشه یک چند و صفر. نگاه کنی سومی گفته لیمیت x به سمت پی سینوس 3 تقسیم بر سینوس x به اضافه سینوس x در کوسینوس x. خب بالا که سینوس به توان 3 دارم هیچی، پایین از کی میتونم فاکتور بگیرم؟ باریکشالله سینوس. اگه قبول داشته باشی این سینوس با توان این میره بالا میشه سینوس 2. حالا به جای سینوس 2 چی بنویسم؟ دمت گرم، 1 منهای کوسینوس 2. حالا یک منهای کوسینوس تو چه اتحادی داره؟ مزدوج. به سادگی یک به اضافه کوسینوس ها حذف میشن، جای ایکس همون باید پی بذاریم، کوسینوس پی منفیه که منفی در منفی مثبت میشه یک به اضافه یک میشه دو. همینو بس. آخریش یه ذره داستانش بیشتره، یه کمی تو به عنوان دانش آموز سخت‌تر میتونی اینو حل کنی. خوب گوش کن، گفته لیمیت x به سمت پی چهارم یک منهای دو تا سینوس کوسینوس تقسیم بر یک منهای تانژانت به توان دو. اولش چی بزنید نمیرسی، حقم داری. من میگم به جا اون یک بنویس سینوس دو به اضافه کوسینوس دو، اون منهای دو تا سینوس کوسینوس هم که سر جاش، تانژانتو بنویس سینوس رو کوسینوس. این هست که چی حالا؟ بالا مگه اتحاد اول نیست؟ سینوس دو کوسینوس دو، دو تا سینوس کوسینوس، اولی به تمام دو، دوباره به تمام دو، دوباره هر اولی در دوباره. پس من بالا رو می نویسم کوسینوس منهای سینوس به توان دو، اب نداره. این هست. پایین رو یه مخرج مشترک بگیر، میشه کوسینوس منهای سینوس بروی کوسینوس کلن به توان دو. ای آقای تاری اینا با هم ساده میشن؟ بله.
پس یه دونه تو صورت موند یک، پایین موند یک روی کوسینوس دو. درست میگی. ایکس رو گفته پی چهارم. آقا کوسینوس پی چهارم چند بود؟ رادیکال دو دوم بود. اول اینو برگردون بالا میشه کوسینوس دو رادیکال دو دوم به توان دو. جواب نهایی اینجا می نویسم که میشه یک دوم. پس ببین دیگه اینجا رسماً این سوال مثلثات بود، هرچند تو رشته تجربی به احتمال خیلی زیاد سوال امتحان ترمتون یا از اون رادیکالی هست یا اتحاد ساده است، کمتر سمت مثلثاتی هم بیاد. اما برای حسن ختام کارمون سوال شماره 32 رو براتون حل میکنم و سوال شماره 33 به عنوان تکلیفتونه. ما تا قبل از عید تا سر پیوستگی پیش میریم. برای بعد از عید کلن فصل آخرتون که واقعا چی نداره، 23 تا سوال کلن پیوستگی هم چیز خاصی نداره، یعنی حتی اگر بعد از عید ما همون شروع سال 15 فروردین باز بشه که نمیشه، ما تا آخر فروردین درسمون تموم میشه، بعدش دوره میکنیم. اما اگر ما به صورت این فیلم‌ها یا ارزوروی اسکرین یا آنلاین یا هر مدل دیگه در خدمتتون باشیم، با 2-3 تا 1 ساعت 1 ساعت و ربع کارمون تموم میشه. سوال شماره 32 رو ببینیم. میگه نمودار تابع F به صورت شکل مقابل است. اگر x2 به ازای 5x به ازای b تساوی x به ازای 2 fx باشه، b کدام است؟ رو این نمودار قشنگ نگاه کن، قرمزش هم کردم. یه سوراخ میبینی، پرسپولیس سوراخه. هر وقت تو نمودار پرسپولیس دیدی، سوراخ دیدی. هر وقت تو نمودار پرسپولیس دیدی، همکارمون آیه علی اکبری اینجاست، پرسپولیسی هم هست، نمیتونه هم جواب منو بده. هر وقت تو نمودار پرسپولیس یعنی چی؟ سوراخ. سوراخ یعنی چی؟ پرسپولیس دیدی؟ یعنی ریشه مشترک صورت و مخرج، یعنی ریشه مشترک صورت و مخرج. الان آقا منفی دو ریشه مخرجه، بله. پس این منفی دو باید صورت رو هم صفر کنه. گفتیم وقتی که پرسپولیس یا همون سوراخ رو نمودار میبینیم، یعنی یه ایکسی از هم مخرج رو صفر کنم، صورت رو صفر میکنه. چه ایکسی مخرج رو صفر کرد؟ منفی دو. همین ایکس باید صورت رو هم صفر کنه. منفی دو رو میذاریم میشه 4 منهای 10 به اضافه بی مساوی با صفر. به سادگی بی به دست میاد عدد 6. خسته نباشین بچه ها، خوب بخونید، پیشا پیش سال نوتون مبارک، ان شاءالله از بلا بدور.